شرایط، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. کریسمس امسال از 22 تا 25 دسامبر با دو پکیج استثنایی و دو قیمت باور نکردنی، 4 روز و 3 شب در اتاق‌های دلوکس هتل فلامینگو هیلتن و شرکت در کنسرت خداحافظی شهرام شب پره. این شب برای هر نفر فقط 109 دلار. 4 روز و 3 شب در اتاق‌های دلوکس هتل پاریس لاس وگاس و شرکت در آخرین کنسرت شهرام شب پره. برای هر نفر فقط 175 دلار. توجه فرمایید، قیمت این اوکازیون های استثنایی فقط تا 31 اکتبر معتبر می باشند. 877-742-4726. در دنیای پیشرفته امروزه نگران چه هستید؟ نوارهای ویدیوی خود مطلقا نگران نباشید. نما استودیو با قیمتی مناسب کلیه نوارهای صدا و تصویری شما را به صورت دیجیتال بر روی هارد درایو یا فلاش درایو برده تا در تلفن همراه و کامپیوتر به راحتی تماشا کنید. نوارهای چون VHS Hi-8 Mini DV DVCAM BetaCAM 3/4 و نوارهای صدا و صفحات گرمافون. نما استودیو مرکزی پیشرفته و مورد اطمینان با بیش از 40 سال سابقه در ایران، اروپا و آمریکا. 818-705-2011. نما استودیو، کلینیک برای نوارهای صدا و تصویری. اخبار اقتصادی ایران و جهان. بنابر آخرین گزارش، با پرداخت 79 دلار در سال و دریافت یک شماره تلفن مخصوص از هر نقطه ایران می توانید مستقیما نامحدود بدون گرفتن پیش شماره با کشورهای آمریکا، کانادا و اروپا تماس تلفنی برقرار کنید. برای اطلاع از جزئیات این خبر می توانید در آمریکا با تلفن 1-800-267-1350 و در اروپا با کاستومر سرویس ما در انگلستان 0203-608-4800 Magic Till تماس حاصل نمایید. Magic Till، یکی از معتبرترین مراکز ارتباط تلفنی در جهان. Magic Till. همینان عزیز، سلام عرض کردم شما که در سراسر کالیفرنیا هر جایی که زندگی میکنید، برای اخذ وام منزل، آپارتمان و تجاری به ما زنگ بزنید. ما اگر حتی اگر شما جاهای دیگه هم قبولتون نکردن، ما سعی میکنیم شما رو اوکی بکنیم. زنگ بزنید، در خدمتتون هستیم. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها و یک شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس، تکرار برنامه چهار شنبه ها ساعت 15. 818-344-5050 818-377-31 از شبکه جهانی تلویزیون پارس. پیام شایانی، اولین وکیل تصادفات و صدمات ناشی از کار در جامعه ایرانی. پیام شایانی و نتورک وکلا با 20 سال تجربه و رسیدگی به بیش از 20,000 پرونده تصادفات. دریافت کننده صدها میلیون دلار خسارت، رکورد 99% موفقیت، بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی و 50 وکیل و کادر فنی کار کشته از جمله امتیازات دست نیافتنی برای دیگر رقبا هستند. انتخاب ما انتخاب بزرگترین، با تجربه ترین و قدرتمندترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی است. دفاتر ما در لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو، ساکرامنتو و سان هوزه.
تلفن 24 ساعته دفتر مرکزی 818-777-777-777 تصادفات.com. یلو پیج ملی. یلو پیج ملی تنها یلو پیج بزرگ ایرانی لس آنجلس. یلو پیج ملی 2024 به همراه اطلاعات جامعه ایرانی اروپا و کانادا نیز منتشر و پخش می گردد. توجه، اطلاعات یلو پیج ملی در اپ مجانی 50-50-100 در سطح جهانی در دسترس عموم قرار دارد. یلو پیج ملی، یلو پیج متخصصین موفق ایرانی خارج از کشور. جهت چاپ آگهی و درج اطلاعات شغل خود در یلو پیج ملی 2024 از همکنون با مرکز اطلاعات 50-50-100 تماس حاصل نمایید. مرکز اطلاعات 50-50-100. درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز دوشنبه ششم نوامبر 2023 میلادی برابر است با 15 آبان ماه سال 1402 خورشیدی. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز دوشنبه در دیدار با نخست وزیر عراق در تهران گفت که باید برای افزایش فشارهای سیاسی به آمریکا و اسرائیل در زمینه توقف حملات اسرائیل به نوار غزه تلاش همه جانبه کرد. او گفت جمهوری اسلامی ایران و عراق با هماهنگی یکدیگر می توانند در این زمینه نقش آفرین و تاثیرگذار باشند. نخست وزیر عراق ساعتی بعد از دیدار با وزیر خارجه آمریکا صبح امروز دوشنبه وارد تهران شد و پیش از دیدار با علی خامنه ای با ابراهیم رئیسی دیدار کرد. رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه هم بار دیگر آمریکا را به دلیل حمایت از اسرائیل شریک جرم این کشور خواند و گفت اگر کمک‌های تسلیحاتی و سیاسی آمریکا نباشد، کار برای رژیم صهیونیستی قابل ادامه دادن نخواهد بود. به اسرائیل را شکست خورده واقعی در این جنگ توصیف کرده و گفته است که این کشور نتوانسته آبروی از دست رفته خود را بازگرداند و در آینده هم قادر به این کار نخواهد بود. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت آمریکایی ها در 3 روز گذشته از طرفی به ما پیام دادند که ما به دنبال آتش بس هستیم و اقداماتی را در این ارتباط انجام دادیم و افزود که با این وجود آمریکا به حمایت از اسرائیل ادامه داده است. آلیه مطلب‌زاده، عکاس و زندانی سیاسی سابق، در حساب کاربری ایکس خود از اعتصاب قضایی نرگس محمدی فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین خبر داد. بر اساس پست خانم مطلب‌زاده، نرگس محمدی در اعتراض به عدم اعزامش به بیمارستان از امروز دوشنبه 15 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده است. این فعال شناخته شده حقوق بشر که به تازگی برنده جایزه صلح نوبل 2023 شده، اعلام کرده که در اعتراض به سیاست جمهوری اسلامی برای تعلل و عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان بیمار و سیاست مرگ یا حجاب اجباری برای زنان ایران، اعتصاب قضایی خود را ادامه خواهد داد. این سومین بار است که خانم محمدی از اعزام به بیمارستان و گرفتن خدمات درمانی محروم می شود. میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی مرگ یک تن در جریان دفاع از اتهاماتش در دادگاه انقلاب اسلامی تهران را تایید کرد و گفت که تلاش‌های پزشکان برای نجات جان او به نتیجه نرسید. این خبرگزاری بدون اشاره به نام فردی که جانش را از دست داده، اتهامات او را امنیتی اعلام کرد و نوشت که این فرد زندانی نبوده و وکلای او هم در جلسه حاضر بودند. زمان وقوع این اتفاق هم اعلام نشده است. دو روز پیش رضا
خاندان، حقوقدان و همسر نسرین ستوده با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته بود که فردی به نام سعید خادمی متولد سال 1341 با اتهاماتی از قبیل توهین به مقدسات برای محاکمه به شعبه 29 دادگاه انقلاب احضار شده بود که در این محل بر زمین افتاد و به فاصله کوتاهی جان خود را از دست داد. به گزارش CNN، دانیل هاگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، روز یک شنبه در یک نشست خبری اسناد و تصاویری از مقر و تجهیزات نیروهای حماس در اطراف و داخل بیمارستان‌ها، مدارس و مکان‌های بازی کودکان نشان داد و گفت این اماکن توسط حماس به عنوان سپری در برابر پاسخ اسرائیل به موشک پرانی‌هایش استفاده می‌شود. به همچنین با نمایش تصاویر هوایی از دریچه تونلی در بیمارستان شیخ حمد بن خلیفه السانی اضافه کرد که این تونل برای انتقال زیرساخت‌های تروریستی به بیمارستان قطر استفاده می شده، ضمن آنکه تروریست‌ها از داخل بیمارستان هم به سربازان ما شلیک می کنند. شبکه خبری CNN همچنین گزارش داد که مقامات فلسطینی ادعاهای ارتش اسرائیل را رد کرده و گفتند که هدف اسرائیل با طرح این دروغ‌ها ایجاد بهانه برای هدف قرار دادن بیمارستان‌ها و مشروعیت بخشیدن به برنامه‌ها و اقدامات بعدی است. از سوی دیگر به گزارش رسانه‌های اسرائیل، امروز دوشنبه در جریان حمله یک فلسطینی با چاقو به مأموران پلیس مرزی اسرائیل در اورشلیم، یک مأمور زن به شدت زخمی شد. مهاجم که یک نوجوان 16 ساله از شرق اورشلیم بود به ضرب گلوله پلیس کشته شد. حمله بامداد امروز در نزدیکی باب الزهرا در شهر قدیمی اورشلیم رخ داد. به گزارش نشریه هارس، در حملات ارتش اسرائیل به نوار غزه در روز یک شنبه 450 موضع حماس هدف قرار گرفتند. محاصره شهر غزه هم تقریبا کامل شده و رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که احتمالاً ارتش اسرائیل تا 48 ساعت دیگر وارد این شهر خواهد شد. نیویورک تایمز خبر داد که آمریکا به حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی هشدار داده که دست صورت تشدید درگیری با اسرائیل آماده است علیه آنها اقدام نظامی کند. این پیام از طریق کشورهای منطقه از جمله ترکیه ارسال شده است. رسانه‌های لبنان هم از گلوله باران مناطق نقره و لبنه توسط اسرائیل خبر دادند. حماس هم اعلام کرده که به پایگاه نظامی رئیم اسرائیل راکت پرتاب کرده است. اسرائیل همچنین اعلام کرد که جمال موسا، رئیس امنیت ویژه حماس، در حمله هوایی شب گذشته ارتش اسرائیل به نوار غزه کشته شده است. ارتش اسرائیل شب گذشته خبر داد که نیروهای این کشور با رسیدن به ساحل جنوبی شهر غزه توانستند به شکلی موفقیت‌آمیز نوار غزه را به دو نیم تقسیم کنند. وزارت بهداشت غزه خبر داد که تعداد فلسطینیان کشته شده به 10022 تن افزایش یافته و 4104 تن از آنها کودک هستند. از سوی دیگر هواپیمای نیروی هوایی اردن بسته های حاوی کمک های دارویی و پزشکی را به داخل غزه ریخت. هدف از این اقدام تامین اقلام مورد نیاز بیمارستان صحرای اردن در نوار غزه عنوان شده است. در خبر دیگر، ارتش اسرائیل تایید کرده که یک فعال سرشناس فلسطینی را به زن تحریک به خشونت و اقدام تروریستی در کرانه باختری بازداشت کرده است. عهد تمیمی متهم شده که از رسانه‌های اجتماعی برای دعوت به کشتار جمعی شهرک نشینان یهودی استفاده کرده است. او در سن 14 سالگی به خاطر سیلی زدن به یک سرباز اسرائیلی که قصد داشت برادرش را باز کند دستگیر شد و بعد از این اتفاق عهد تمیمی به شهرت رسید. پورتری از او روی دیواری که اسرائیل را از کرانه باختری در منطقه بیت لحم جدا می کند نقاشی شده است. بینندگان عزیز، در این لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی، دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی، کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا.
شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانت رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. با ریسیور های خود کلنجار نروید. جل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. خبرها را دنبال می‌کنیم. خانواده اکبر گلپایگانی، گلپا، در یک اطلاعیه رسمی امروز دوشنبه اعلام کردند که خاکسپاری این خواننده پیشکسوت و سرشناس در آرامستان ظهیرالدوله در شمال تهران با وجود وصیت او انجام نمی‌شود. گلرخ گرایلی، همسر گلپا، با انتشار این اطلاعیه در حساب کاربری این استاد آواز ایران در تلگرام تأکید کرده که خانواده گلپا هیچ سخنگویی ندارد و تمام تصمیم‌ها برای مراسم از سوی خانواده گرفته شده است. اکبر گلپا روز شنبه 13 آبان در سن 90 سالگی به دلیل بیماری از دنیا رفت. بنا به اطلاعیه خانواده گلپا، مراسم تشییع او روز سه‌شنبه 16 آبان در قطعه هنرمندان واقع در بهشت زهرای تهران برگزار خواهد شد. مونا فرجاد، بازیگر سینما و تئاتر، اعلام کرد که شامگاه شنبه در کنار یک رستوران
به همراه دوستش مورد حمله یک مرد با قمه و با کلاه مشکی و ماسک بر صورت قرار گرفت. وی با تاکید بر اینکه امروز معنای حقیقی نداشتن امنیت را حس کردم، گفته است که وقتی به بیمارستان همان حوالی رسیده، فهمیده که هفته 20 بار در آن خیابان دزدی و خفتگیری می شود. مونا فرجاد همچنین تصاویری در ارتباط با آسیب‌های ناشی از حمله سارقان به او و دوستش منتشر کرده. با این حال مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ ادعا کرده که این ماجرا کاملا کذب و دروغ بوده و این دروغ پراکنی با سوء استفاده از تصویر این بازیگر در زمان مراجعه به یکی از مراکز درمانی صورت گرفته است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه 15 آبان ماه در دیدار با همتای ترک خود هاکان فیدان در آنکارا بر ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه و جلوگیری از گسترش دامنه درگیری‌ها در منطقه تاکید کرد. فیدان هم در این دیدار که 2.5 ساعت به طول انجامید، گفت برقراری فوری آتش‌بس در نوار غزه ضروری است. به گزارش رویترز، بلینکن در سفر خود به ترکیه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور دیدار نخواهد کرد. اردوغان پیش از این از موضع واشنگتن در حمایت همه‌جانبه از اسرائیل انتقاد کرده بود. محققان امنیتی از شناسایی کارزار سایبری تازه‌ای خبر دادند که در آن نهادهای اسرائیلی هدف حمله هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی قرار گرفتند. این چندمین حمله شناسایی شده ایران در ماه‌های اخیر است که هدف که علیه اهدافی در اسرائیل اجرا می‌شود. بر اساس گزارش شرکت امنیت سایبری دیپ انستینکت، کارزار مورد اشاره در تاریخ 8 آبان ماه حدود 3 هفته بعد از آغاز جنگ حماس و اسرائیل علیه دو مجموعه مستقر در این کشور پیاده سازی شده است. در این گزارش به نام سازمان‌های تحت حمله اشاره‌ای نشده، اما گروه هکری موسوم به مادی وارر مسئول آن شناخته شده است. این گروه با نام‌های APT-34 و اولریک هم شناخته می‌شود. مهاجمان در این حمله برای فریب قربانیان خود از تکنیک‌های مهندسی اجتماعی استفاده کردند تا آنها را به باز کردن فایل‌های آلوده به بدافزار وادار کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا مدعی شده است که دولت ایران پیش از حمله به پایگاه عین الاسد در زمستان 98 جزئیات این عملیات را به اطلاع او رسانده بود. رئیس جمهوری سابق آمریکا گفته است که بعد از ترور سردار قاسم سلیمانی از طرف حکومت ایران با او تماس گرفته شد و به او گفتند که چاره‌ای جز واکنش نداریم. ترامپ افزود طرف ایرانی گفته بود 18 موشک به سمت پایگاه آمریکا در عراق شلیک خواهد شد، اما نگران نباشید، هیچ کدام به هدف نخواهد خورد. برنامه اجمن بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه‌ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. بیژن جواهری نسل سوم از خانواده بزرگ جواهری در قلب بیورلی هیلز برای خرید فروش، تعویض و ارزیابی برای شرکت‌های بیمه در خدمت شماست. بیژن جواهری که نماینده رسمی سیتی آف بیورلی هیلز برای خرید جواهرات می باشد، این بار زیباترین جواهرات طلا و سکه را در شوروم خود در بیورلی هیلز به نمایش می گذارد. بیژن جواهری در جفریز جولری فقط با تعیین وقت قبلی پذیرای شماست. تلفن 310-278-84-85. اوج زیبایی و شکوه با بیژن جواهری.
وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. مقامات اوکراینی گفتند که حملات یک شنبه شب هواپیماهای بدون سرنشین روسیه به اودسا حداقل 5 زخمی بر جای گذاشت و به موزه اصلی شهر و کامیون‌های غلات آسیب رسانده است. به گفته مقامات این شهر، هر 5 مجروح این حملات در بیمارستان بستری شدند. فرماندار منطقه اودسا با اشاره به 124مین سالگرد تأسیس موزه هنر ملی اودسا در 6 نوامبر در اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام نوشت: در آستانه 6 نوامبر روس‌ها با موشکی که به نزدیکی این منطقه اصابت کرد تولد ساختمان موزه ما را تبریک گفتند. به گفته او، در اثر شلیک این موشک دیوارهای ساختمان آسیب دیده و تعدادی از شیشه ها شکسته است. موزه هنر ملی اودسا که در یکی از قدیمی ترین کارهای اودسا قرار دارد، بیش از 10,000 اثر هنری قبل از جنگ از جمله نقاشی های برخی از مشهورترین هنرمندان روسی و اوکراینی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 را در خود جای داده است. بر اساس گزارش مؤسسه مطالعات جنگ، رمضان قادیروف، رهبر جمهوری چچن روسیه، پسر 15 ساله خود به نام آدام قادیروف را به عنوان یک مقام برجسته در سرویس امنیتی منصوب کرده است. این اندیشکده مستقر در ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد با وجود گزارش‌های گسترده‌ای از انتصاب آدام قادیروف به عنوان یک مقام ارشد، همچنان اطلاعات دقیقی درباره موقعیت او در سرویس‌های امنیتی جمهوری چچن ندارند. مقامات چچنی ادعا کردند که آدام به عنوان رئیس سرویس امنیتی منصوب شده است. با این حال، رمضان قادیروف تا کنون در مورد انتصاب پسرش اظهار نظری نکرده است. باستانشناسان میگویند توانستند با استفاده از تصاویر قدیمی ماهواره جاسوسی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا که به تازگی از طبقه بندی محرمانه خارج شدند، حدود 400 قلعه مربوط به امپراتوری روم در سده 2 تا 6 بعد از میلاد را شناسایی کنند. این عکس‌ها توسط دو برنامه تجسسی سازمان سیا در دهه‌های 60 و 70 میلادی به نام‌های کرونا و هگزاگون گرفته شده بود. با این حال، تا همین اواخر از حالت طبقه بندی خارج نشده بودند. در این تصاویر ماهواره‌ای مناطقی از سوریه، عراق، ترکیه و سرزمین‌های حاصلخیز شرق مدیترانه به چشم می‌خورند. باستانشناسان می‌گویند تصاویر آرشیو شده ماهواره‌ها امکان یافتن آن دسته از بقایای باستانشناسی را فراهم کرده که در حالت عادی بازدید از آنها برای محققان دشوار است. به گفته آنان، 396 قلعه باستانی از فضا مشاهده شدند که پیش از این دیده نشده بودند و امپراتوری روم را در حال استحکام بخشیدن به مرزهای خود نشان می‌دهند. این برج و باروهای رومی مربوط به قرن دوم تا ششم میلادی هستند و شماری از باستانشناسان می‌گویند بخش عمده
آنها احتمالاً محصول دوران ساخت و ساز شدید قلعه های نظامی در قرن دوم و سوم بعد از میلاد می باشند. بینندگان ارجمند، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق برمان آقای سپهر. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.